ناتو بزرگترین رزمایش نظامی خود از زمان جنگ سرد رو درست زیر گوش مسکو آغاز کرده. مانوری بی سابقه که زنگ‌های هشدار رو در کرملین به صدا درآورده. نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در این رزمایش جنگ‌هایی رو تمرین می‌کنند که دهه‌ها پیش به عنوان اولین طرح‌های دفاعی این ائتلاف نظامی تنظیم شده. طرح‌هایی که جزئیات اون چگونگی واکنش نیروهای ناتو به حمله روسیه رو توضیح میده. حدود 90 هزار نیروی نظامی از ارتش ایالات متحده و 30 کشور همپیمان ناتو در این رزمایش که به نام مدافع ثابت قدم 2024 نامیده میشه و تا ماه می ادامه خواهد داشت شرکت کردند. رزمایش همزمان با خروج ناو دوزیستی USS گانستون هال از بندر نورفک ایالت ویرجینیای آمریکا در سواحل جنوبی اقیانوس اطلس رسما روز گذشته شروع شده. به جز اون در این رزمایش بیش از 50 ناو و ناوشکن هواپیمابر دیگه، بیش از 80 فروند جت جنگنده، هلیکوپتر و پهپاد و حداقل 1100 دستگاه خودروی زرهی از جمله تانک در منطقه به وسعت سراسر اقیانوس اطلس شمالی و اروپا تا حوزه بالتیک جنگ با روسیه رو تمرین خواهند کرد. ناتو در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر کرده به نام روسیه اشاره‌ای نکرده. اما سند راهبردی اصلی این سازمان در واقع روسیه رو به طور مستقیم به عنوان مهمترین تهدید برای امنیت اعضای اون معرفی میکنه. ناتو برای رودررویی با خطر تهاجمی اتحاد جماهیر شوروی سابق 75 سال پیش شکل گرفته. در این حال رزمایشی با وسعت مدافع ثابت قدم 2024 ناتو زمانی شکل میگیره که تقریبا 2 سال از تهاجم روسیه به اوکراین میگذره. مرگبارترین جنگی که در خاک اروپا طی 7 دهه گذشته رخ داده. همزمان با این همه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشستی در سازمان ملل به کشورهایی که برای جنگ احتمالی با روسیه آماده میشن هشدار داده. معاون او الکساندر گروشکو هم در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریا مقیاس رزمایش مدافع ثابت قدم 2024 ناتو رو نشونگر بازگشت غیر قابل جبران اعضای این ائتلاف به دوران جنگ سرد دونسته. تهاجم روسیه به اوکراین، سوئد و فنلاند دو کشور اروپایی رو که چند هزار کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارن متقاعد کرده که سیاست‌های قدیمی عدم تعهد نظامی رو کنار بگذارن و به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بپیوندن. عضویت در ناتو مستلزم اخذ موافقت کلیه 31 عضو حاضر این سازمانه. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از اعضای حاضر ناتو که با وجود جنگ مسکو در اوکراین روابط دوستانه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داره روز چهارشنبه گفته از قانونگذاران کشورش میخواد تا در اولین فرصت ممکن الحاق سوئد به ناتو رو تایید کنن. اما امروز لازلو کویه رئیس پارلمان مجارستان گفته هیچ فوریت خاصی احساس نمیکنه و معتقد نیست که وضعیت فوق‌العاده‌ای در این رابطه وجود داشته باشه. ترکیه به عنوان یکی دیگه از اعضای ناتو نزدیک به 20 ماه عضویت سوئد رو معلق نگه داشته بود. اما بعد از اون که جو بایدن با فروش 20 میلیارد دلار جنگنده F-16 و تجهیزات اون به آنکارا موافقت کرد، پارلمان ترکیه امروز بالاخره با درخواست سوئد برای عضویت در ناتو موافقت کرده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در نامه‌ای به نمایندگان کنگره ایالات متحده از آنها خواسته بود قرارداد فروش F-16 ها به ترکیه را بدون معطلی تایید کنند. فروش F-16 ها در کنگره به دلیل سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان در روابط دیپلماتیک و اقدامات ضد حقوق بشری دولت اون همواره زیر سوال بوده. ترکیه همچنین بخشی از تسلیحات سنگین خود را از روسیه خریداری می‌کند. باید دید ناتو که با هدف مقابله با روسیه شکل گرفته، با داشتن اعضایی چون ترکیه که بین اعضای ناتو به عضو بیوفا شهرت پیدا کردند، چگونه در مقابل توسعه طلبی های روسیه در آینده ایستادگی خواهد کرد. بتیوسفی، اتاق خبر.